سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به گزینه های پیش رو برای اداره نوار غزه پس از پایان جنگ و بازندگان اصلی این جنگ پرداختیم. یک ماه و نیم از حمله هفته اکتبر حماس به جنوب اسرائیل می گذرد. جنگی که ارتش اسرائیل پس از آن حمله تروریستی با هدف نابودی حماس آغاز کرد تا کنون به ویرانی کامل شمال غزه و به گفته حماس به کشته شدن بیش از 13,000 غیر نظامی از جمله هزاران کودک فلسطینی انجامیده است. در این مدت دولت اسرائیل بارها اعلام کرده است که عملیات نظامیش را تا نابودی حماس ادامه خواهد داد. پرسشی که از چند هفته پیش بسیاری از کارشناسان و ناظران بین‌المللی مطرح می‌کنند این است که پس از پایان جنگ اداره نوار غزه را چه کسی در دست خواهد گرفت؟ این پرسش را مدتی است رهبران کشورهای غربی از جمله آمریکا و نیز بعضی از محافل سیاسی در اسرائیل نیز مطرح می‌کنند. پاسخ‌ها به طبع گوناگونند. جنگ کنونی اسرائیل با حماس مانند هر جنگی دیر یا زود با یک آتش بس پایان خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها گفته است که پس از پایان جنگ مسئولیت کلی امنیت در نوار غزه را برای مدت نامعلومی اسرائیل به عهده خواهد گرفت. بسیاری از کارشناسان این گزینه را ناممکن می دانند. به گفته آنان چون این گزینه زمانی ممکن است که اسرائیل نوار غزه را از ساکنانش خالی کند، زیرا حتی اگر حماس در مقام جنبش سیاسی نابود شود، ایده یا تصویر ذهنی آن در میان فلسطینی های غزه از میان نخواهد رفت. بنابراین اسرائیل برای در دست گرفتن مسئولیت کلی امنیت در نوار غزه ناگزیر است بیش از 2 میلیون فلسطینی ساکن غزه را آواره کنند. وانگهی کدام کشور این آوارگان را میپذیرد؟ شکی نیست که خود اسرائیل نمیتواند آنان را بپذیرد. میماند مصر، اما دولت مصر به هیچ قیمتی حاضر نیست میزبان آوارگان فلسطینی غزه در شبه جزیره سینا باشد. بنابراین با این گزینه دولت اسرائیل ناگزیر خواهد شد ساکنان غزه را در همان جا نگه دارد و برای فلسطینی های شمال غزه که با این جنگ آواره شدند اردوگاه هایی در مناطق جنوب آن سرزمین ایجاد کند. تا کنون بر پایه آمار سازمان ملل در حدود 1 میلیون فلسطینی از شمال به جنوب غزه گریختند. بیگمان اسرائیل نمیتواند بر این 1 میلیون آواره فلسطینی حکومت کند، به ویژه پس از بمباران بی امان سرزمینشان. گذشته از این کشورهای غربی به ویژه آمریکا مخالف حاکمیت اسرائیل بر نوار غزه. دومین گزینه‌ای که از آن سخن می‌گویند این است که اداره نوار غزه را دوباره به تشکیلات خودگردان فلسطین بسپارند. چندی پیش آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از این گزینه زیر عنوان یکی از گزینه‌های ممکن یاد کرد. اما بنیامین نتانیاهو و متحدان او در دولت کنونی اسرائیل با این گزینه سخت مخالفند. تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین همواره یکی از ابعاد سیاست راهبردی نتانیاهو و به طور کلی حزب لیکود بوده است. گفته می شود محمود عباس رهبر 88 ساله سازمان فتح آمادگی خود را برای پذیرش مسئولیت اداره غزه اعلام کرده است. اما سازمان فتح که کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین را در دست دارد
در سال 2007 به دست حماس تارومار و از نوار غزه بیرون رانده شد. سازمان فتح اکنون سازمانی بسیار ضعیف و از نظر مالی فاسد است. بنابراین این گزینه را نیز کارشناسان گزینه‌ای ناممکن و بی اساس می دانند. گزینه سوم سپردن مسئولیت اداره نوار غزه به یک نیروی بین المللی حافظ صلح است. در هفته های گذشته بعضی از سیاستمداران غربی این گزینه را مطرح کردند. به گفته آنان چون این نیروی می تواند ائتلافی از کشورهای عربی با مشارکت بعضی از کشورهای غربی باشد. اما کشورهای عربی تا کنون برای پذیرش چنین مسئولیتی اعلام آمادگی نکردند و می دانند که چنین کاری از عهده آنها بر نمی آید. گزینه چهارم اداره غزه زیر نظارت سازمان ملل متحد است. شکی نیست که اسرائیل با این گزینه مخالفت خواهد کرد، زیرا هیچ اعتمادی به آن سازمان ندارد، به ویژه پس از انتقادهای تند آنتونیو گوترش دبیر کل آن سازمان به دامنه عملیات نظامی آن کشور در نوار غزه. بحث درباره این گزینه ها ادامه دارد. کارشناسانی معتقدند که با حمله 7 اکتبر حماس و جنگی که دولت اسرائیل در جهت نابودی حماس یا دست کم برای زمینگیر کردن نیروی نظامی آن آغاز کرد، تعادل ژئو استراتژیکی منطقه تا حدودی به هم خورد. از نظر آنان همه گزینه های پیش رو برای اداره نوار غزه پس از پایان جنگ گزینه های موقتی و به عبارتی راه حل های میانجی هم. راه حل دو دولت راه حل نهایی است. این راه حل را سیاستمداران مصلحت اندیش اسرائیل نیز تنها راه حل می دانند. چندی پیش اهود برک فرمانده نظامی بازنشسته و نخست وزیر پیشین اسرائیل در مصاحبه با تایم گفت گمان می کنم در اسرائیل که اکنون در سخت ترین و سنگین ترین شرایط قرار گرفته است نباید هدفی دست نیافتنی را به فراموشی بسپاریم. تنها راه حل درست برای حل مسئله فلسطین راه حل دو دولت است. او افزود این را برای اجرای عدالت در حق فلسطینی ها که جز به اولویت های من نیست نمیگویم، بلکه به این سبب میگویم که این راه حل ضرورتی حیاتی است برای جدا شدن ما از فلسطینی ها. ما باید برای حفاظت از امنیت خود، آینده خود و هویت خود به این راه حل تن دهیم. دشمنان راه حل دو دولت در میان فلسطینی ها، سازمان های حماس و جهاد اسلامی و در میان اسرائیلی ها گروه هایی از یهودیان سخت کیش و جریان های معروف به راست افراطی از جمله حزب لیکودند. جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان نیز با راه حل دو دولت مخالفند و این مخالفت به یکی از علتهای وجودی آنها تبدیل شده است. بنابراین اگر این راه حل به نتیجه برسد، جمهوری اسلامی و حزب الله در شمار بازندگان اصلی جنگ کنونی خواهند بود.